مقدمات توطئه علیه مارشال عبدالرشید. دوستان، نگاهی به پیامدهای فرامرزی جنگ افغانستان. به نام خدا و با تقدیم سلام، با مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مامون در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: مقدمات توطئه علیه مارشال عبدالرشید دوستم، اشاره گزارشنامه افغانستان، تاریخی را که این نگاره گرفته شده تثبیت نتوانست. باز هم گزارش رسیده که بابر فرهمند بسیار تلاش میکند که بر رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان برسد. حاجی باطر دوستم تا کنون به مقام رهبری این حزب نرسیده و تنها ریاست شورای مرکزی حزب را بر خود دارد که در سلسله مراتب تشکیلاتی مقام دوم حزب پس از مقام رهبری حزب است. اگر مارشال عبدالرشید دوستم در میدان نبرد یا در اثر کدام توطئه‌ای از جهان برود، بابر فرهمند می تواند بسیار ساده جایگاه مارشال دوستم را تصاحب کند. دیدارهای خصوصی بابر فرهمند با حمدالله محب و فضل محمود فضلی حاکی از یک توطئه کلان علیه مارشال عبدالرشید دوستم است. همچنان این در حال است که نگاهی به پیامدهای فرامرزی جنگ افغانستان. به نقل از خبرگزاری افق، با دنبال تجدید جنگ در شمال، وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در مرز با افغانستان به حالت آماده باش در آمدند. اخیراً شماری از نیروهای امنیتی افغانستان با گسترش جنگ در مناطق مرزی کشور و تاجیکستان فرار کردند. فریدون محمد علیزاده، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، گفته است که با افزایش درگیری ها و وخامت اوضاع در افغانستان، نیروهای مسلح تاجیکستان به همراه نیروهای مرزبانی از مرزهای این کشور محافظت می کند. طالبان در شمال شرق کشور، ولسوالی های مرزی با تاجیکستان به شمول مرز تجاری شیرخان در قندوز را اشغال کردند. خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور گزارش داده است که ابدان نظامی افغان روز یکشنبه ششم سرطان پس از درگیری در روستای چکچک ولایت بلخ مجبور شدند تا از طریق پاسگاه شهر توس وارد خاک تاجیکستان شوند. هفته گذشته نیز 134 نفر از نیروهای امنیتی از طریق منطقه مرزی گذرگاه شیرخان و تاجیکستان پناه بردند. تصمیم تاجیکستان نشانگر وخامت غیر قابل پیشبینی وضعیت امنیتی شمال افغانستان است. معادلات به زیان دولت و به نفع طالبان تغییر کرده و فرار فرماندهان نظامی و نیروهای امنیتی به تاجیکستان به معنای آن است که هیچ نقطه امن یا قابل اطمینان نیست. به این ترتیب بدیهی است که کشورش مانند تاجیکستان در مرزهایش با افغانستان اعلام آماده باش نظامی کند، تصمیمی که اگر از یک سو پیامدهای روانی یا نامید کننده دارد، از جانب دیگر بازتاب دهنده ابعاد عواقب فرامرزی جنگ افغانستان. تاجیکستان از معدوده همسایه های افغانستان است که هنوز با طالبان وارد تعامل رسمی نشده است و به نظر هم نمی رسد که این تعامل در کوتاه مدت امکان پذیر باشد، زیرا دوشنبه به طور سنتی حامی جریان های قومی و شبه نظامیان ضد طالبان، به ویژه فرماندهان عضو ائتلاف شمال و رهبران شورای عالی نظار و جمعیت اسلامی بوده است. گروه هایی که با طالبان جنگیدند، در حال حاضر هم برخی رهبران آن بار دیگر با تجدید سازمان نیروهای تحت امرش به صحنه نبرد با آن گروه در شمال افغانستان بازگشتند. در این میان اما پاکستان از حامیان اصلی طالبان محسوب می شود. ایران هم از گذشته تا امروز پیوسته با طالبان در ارتباط و تعامل متعهدانه و حساب شده بود.
ازبکستان و ترکمنستان نیز کانال ها و شبکه های ارتباطی مشابه ایجاد کردند و حتی هند که دشمن پاکستان است در این اواخر با طالبان وارد مذاکره شده تا بتواند راه های برای تعامل و سازش و همکاری ایجاد کند، اگرچه دیوار بی اعتمادی میان دهلی نو و طالبان بلندتر از آن است که به سادگی قابل پرچیدن باشد. چین دیگر کشور همسایه افغانستان است که از طریق ارتباطات راهبردی و صنعتیش با پاکستان میتواند با طالبان وارد سازش شود، اما ارتباطات پیچیده طالبان با پیکار جویان مسلمان اویغور که برای جدای ایالات سینکینانگ از چین و تاسیس ترکستان شرقی اسلامی مبارزه می کنند کار را برای پکین هم دشوار می کند. با همه این احوال قدرتگیری نظامی طالبان خطری است که بر امنیت ملی کشورهای همسایه و منطقه تاثیر می گذارد و این بر رغم تعاملاتی که شکل گرفته همچنان یک چالش نگران کننده برای این کشورها به حساب می آید. نکته دیگر این است که با تجدید خشونت و تقویت خیزش های مردمی و قیام های ملی علیه طالبان و همچنین احیای شبه نظامیان ضد طالبان به رهبری فرماندهان مجاهدین سابق، خطر وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار جدی تر می شود که در آن صورت حتی نزدیکترین کشور همسایه حامی طالبان هم نمی تواند از پیامدهای آن در امان باشد. به عنوان نمونه دولت پاکستان که اصلی ترین متحد و حامی طالب است و از تازگی رسما اعلام کرده است که در صورت پیروزی طالبان از راه نظامی مرزهای خود با افغانستان را می‌بندد. اسلام آباد همچنین درباره گیسل موج جدید آوارگان افغانستان و سمت پاکستان هشدار داده و گفته است که این کشور دیگر ظرفیت پذیرش پناهجو را ندارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. اوقات خوش داشته باشین.